خب بچه ها، آخرین تستی که زدیم در مورد یه قید تکرار، من یه نکته گفتم که کاملترش رو الان بگم. اگر آماده ای بگو بگم. من در مورد قید تکرار باید یه نکته بگم. اگر آماده ای بگو بگم. باریکالله بنویسید. قیدهای تکرار، قیدهای تکرار یا قبل از فعل اصلی به کار می روند. قیدهای تکرار یا قبل از فعل اصلی به کار می روند یا بعد از توبی. قیدهای تکرار بنویس یا قبل از فعل اصلی به کار می روند یا بعد از فعل توبی. الان میگم بنویسی ناصر، الان قیدهای تکرار میگم بنویسی، الان بنویسی و من کاملش میکنم. فعلا فقط توضیح بنویس، قیدهای تکرار الان میگم. قیدهای تکرار یا قبل از فعل اصلی به کار می روند یا بعد از توبی و یا بعد از توبی. خب قیده تکرار رو بچه الان می نویسیم. Always قیده تکراره، Usually قیده تکراره. من بگم ببینید دوستان، قیدهای تکرار مثل چی؟ مثل always، مثل usually. ببینید always، usually. بله عباس، همین دارم میگم. میگم قیدهای تکرار قبل از فعل اصلی میان، بعد توبی و کمکی. آره دیگه، ما همین رو گفتیم. قبل اصلی میان، بعد توبی و کمکی. من مثال بزنم. اول بگم قیده تکرار مثل چی؟ Always. ببین Usually. Often. Rarely. Never. اینا اکثر قیده تکرار هم. قیده تکرار قبل اصلی میان، بعد توبی و کمکی. قبل اصلی، بعد از توبی و کمکی. ببین یه جمله میگم به انگلیسی بنویس. بنویس زمستان همیشه سرد است. یالا بنویس زمستان همیشه سرد است. چی میگی؟ این نکته برای سوال 8 بود فکر کنم. این نکته برای سوال 8 بود فکر کنم. آره نکته سوال 8ه. چون بعضی ها میگن سوال 8 صفحه 21 چرا 4 غلطه؟ دانش آموز سوال میکنه سوال 8 صفحه 21 چرا غلطه؟ خب علت غلط بودنشو من دارم میگم. به خاطر اینکه گزینه 4 قید تکرارش که آفنه اومده آخر، بعد فعل اصلی اومده، نباید اونجا می اومده. آفن یه قید تکراره، شو یه فعل اصلیه، قید تکرار قبل فعل اصلی میاد. Winter is always cold. باریکالله Winter is always cold. بچه ها تو جمله که الان مبین نوشته Winter is always cold، always قید تکرار کجا اومده؟ در جمله که مبین نوشته Winter is always cold. در جمله که مهدی جعفری نوشته Winter is always cold، always کجا اومده؟ بعد تو بی. ولی کلا آفرین، بعد تو بی. بعد محمد رضا rarely معنی به ندرت میده. rarely معنی به ندرت میده. rarely معنی به ندرت میده. خب حالا یه جمله دیگه میگم بنویسید، یه جمله دیگه میگم به انگلیسی بنویسید. من همیشه زود از خواب پا میشم. حالا از خواب پا شدن بگو get up.
من همیشه زود از خواب پا میشم. یالا مترجمان عزیز، یالا من همیشه از خواب زود پا میشم. بله بله کلا. من همیشه I always get up early. بله کلا عباس. I always get up early یعنی من همیشه از خواب زود پا میشم. حالا گتاب فعل اصلیه، ببینید گتاب فعل اصلیه، کجا اومده؟ این قبل گتاب اومده. آفرین، گتاب یه فعل اصلیه، قبل فعل اصلی اومده. خب ببینید دوستان، گرامر ما ساعت اول تست دادیم، حالا ساعت دوم لغت میخوام تست بزنم. ببین لغت رو روزی باید 10 تا یا 15 تا بخونی، بعد لغت یکی دو بار بنویسی ازش. حالا فعلا کاری با رونویسی من ندارم، ولی من رونویسی رو دستورش رو میدم، فعلا نه. دو بار سه بار کلمه بنویس، دیکتش رو خوب شی، چون در امتحان نهایی به دیکته کلمه نیاز پیدا میکنی. تو هر صفحه که تست میزنی قطعا یه سری لغت هست که تو بلد نیستی، یه دفترچه کوچیک درست کن، لغت رو اونجا وارد کن. من گفتم دو سه هفته یه بار آزمون بهت میدم، گاش قلمچی گزینه دو پارسال. ممکنه خیلی از واژه‌ها باشه، خیلی از واژه‌ها باشه که تو بلد نباشی، توی دفترچه بنویس، توی دفترچه بنویس اونا رو. خب دوستان، قبل اینکه لغت من حل کنم، بیارید صفحه 41. قبل اینکه لغت حل کنم بیارید صفحه 41. بده باری کلا. اونایی که آوردن یک رو بفرستن، یالا. اونایی که آوردن یک رو بفرستن، بده بینم. خب حله، یالا. بقیه چی؟ بقیه یعنی قایه برن دیگه. آقا بقیه رو قیمت بزنیم، یالا باری کلا. بله امیر حسین به بیار دیگه، بر من دو فرستاده. صفحه 40 رو بیارید. خب جمعون، من واژگان رو تکرار میکنم یه مقدار، یه بار دیگه من تکرار میکنم. ببین سنس، سنس، بعد پایین سنس رو میبینی، شماره یک، سنس آف اپریشیشن، یعنی با اینا میاد. این توضیحات پایینش خیلی مهمه، سنس آف اپریشیشن. پس اپریشیشن با سنس میاد، سنس آف اپریشیشن، احساس قدردانی. Do you have sense of appreciation؟ آیا احساس قدردانی داری؟ Sense of identity، احساس هویت. Sense of humor، بچه ها کلمه یه humor یعنی شوخ طبعی. Sense of humor یه collocationه، یعنی احساس شوخ طبعی داشتن، احساس شوخ طبعی داشتن. Sense of humor، I could sense that something was wrong. بعد ترجمه میکنی اینا رو، یعنی پایناش ببین چه ترکیباتی با کلمه ساخته. اگر تو فقط بگی سنس میشه احساس، تکبودی ات کردی. ما تو کسی که میبینه sense of humor، sense of identity، sense of appreciation، این جلوتره، چون دیده نمونه هایی از اینا. بعد تو امتحانه appreciation میبینی میدن سنس، میگه من sense of appreciation داشتم، من سنس آف هیومر داشتم. دو، اپریشیشن یعنی قدردانی، اپریشیشن. دوباره همون سنس آف اپریشیشن رو گفته، بعد اومده فعلش رو گفته، اپریشیت یعنی قدردانی کردن، ارزش نهادن. بعد اومده صفتش رو گفته، اپریشیتی، و بعد به اونا مثال زده به تو. تو میدونی مثال هایی که میبینی تو این مال کنکورای ساله قبله. کلمه بوست میشه تقویت کردن. سینونیم، ببینم سینونیم یعنی چی؟ گذشته S Y N، ببینم سینونیم یعنی چی؟
سینونیم یعنی مترادف. باری کلا این واژه‌ای که گذشته سینونیم S-Y-N یعنی مترادف، سینونیم یعنی مترادف. مترادفش اینکریزه، خب یاد بگی بوست تقویت کردن، اینکریز مغزش دادن. دیکریز انتونیمشه، انتونیم یعنی متضاد. پس سینونیم مترادف، انتونیم متضاد. پایین get better، جمله پایین her English isn't really getting better، انگلیسیش بهتر نمیشه. terrible یعنی وحشتناک. temperature یعنی دما. ببین took temperature، پس هم آیی. بچه شما اینجا هم آیی میبینی، یعنی باید با هم بیاد، یعنی کلمه temperature باید با take بیاد. highlightش کن، take temperature، take temperature، هایلایتش کن، یاد بگیر. پس من میخوام بگم دمای بدن رو میگیره، میگم I took، doctor took my temperature، دکتر دمای بدن من رو گرفت. take اینجا معادل میجره. ببینم یه سوال ازت دارم، measure temperature داری؟ آیا measure temperature داری؟ داری یا نداری؟ نداریم باری کلا، نداریم. گفته تک اینجا هم معنی چیه؟ هم معنی میجره، یعنی اندازه گیری. باری کلا. بعدی من یه مقدار سری میخونم کلمه سه. ببین تمپریچر معنی تبم میده ها، تب، I have a temperature. بچه تب یه کلمه دیگه میده، میدونین یعنی چی؟ یه کلمه دیگه داشتیم معنی تب میداد، یعنی معنی تب کردن میداد، میدونید؟ آره یا نه؟ فیور، باری کلا مبین. پس اینجا تمپریچر همون فیوره، باری کلا، یعنی تب، آفرین، همون معادل فیوره، آفرین، فیور، باری کلا. پس آقایون بغل تمپریچر بزنید فیور، بغل تمپریچر بزن فیور، بغل temperature بزن fever. پس یه نفر میگه I have a temperature، همون I have a fever. بچه ها کلمه بعدی found، تأسیس کردن. found تأسیس کردن، گذشته found چیه؟ گذشته found چیه؟ ببینیم found، founded، founded، باری کلا درویشی، آفرین. بچه ها گذشته یه کلمه یه found میشه founded، found، آفرین، founded. آیون ایدیدارها قسمت سومشون هم همونه، قسمت سومش هم میشه founded. پس found تأسیس کردن، founded تأسیس شده، founded قسمت سومشه. اما یه کلمه داری find، یه کلمه داری find، گذشتش میشه found، قسمت سومش هم میشه found. پس ما دو کلمه داریم، found، founded، founded. حله؟ من یه بار دیگه بنویسم، چون فرقشو تو کنکور خیلی اذیت میشن، فرقشو خیلی ها تو کنکور اذیت میشن. اولی تأسیس کردن معنی میده found، دومی find پیدا کردن و فهمیدن، پیدا کردن و فهمیدن. ببینو found، founded، founded.
بچه ها پس ما دو تا داریم، قاطی نکنی با پیدا کردنه. من اگر بگم founded منظورم تأسیسه یا منظورم فهمیدنه؟ شما تو تستی ببینی یه نوشته founded، باید تأسیس کردن معنی کنی یا فهمیدن یا پیدا کردن؟ کدومه؟ تأسیس باریکلا. ببینید found تأسیس کردن، گذشتش، find پیدا کردن و گذشتش. یعنی تو کنکور به شما میده founded تأسیس شده معنی میده. باریکلا. و پایین اشاره جملاتش foundation میشه بنیانگذاری تأسیس. اسپر مزایقه کردن، دریغ کردن. بچه ها یه اصطلاح داره میگه، ببینید اصطلاح اسپر نو پین، اسپر نو افرت، اسپر نو اکسپنس. هایلایتش کنید، یعنی از هیچ تلاش و کوششی دریغ نکردن. اسپر نو پین، اسپر نو اکسپنس، اسپر نو افرت، یعنی از هیچ تلاشی دریغ نکردن. پیدا کردید یا نه؟ صفحه 42 پایین شماره 8، صفحه 42 پایین شماره 8. اسپر نو پین، اسپر نو اکسپنس، اسپر نو افرت، یعنی از هیچ تلاش یا کوششی دریغ نکردن. خود اسپر معنی دریغ کردن میده، منفی شده شده دریغ نکردن. اصطلاحات رو هایلایتش کن، اگر هایلایت نداری خود با قرمز. مشخص کردی یا نه الان؟ آره یا نه؟ بله میشه. آره معنی اونم میده. بچه ها dedicate میشه صرف کردن، وقت کردن. dedicate میشه وقت کردن، صرف کردن. ببینی the actress now dedicates herself to children. بچه ها اکثرا بعد dedicate یه ضمیر انعکاسی به کار میره. اکثرا بعد از dedicate یه ضمیر انعکاسی به کار میره. بنویسید بعد از dedicate ضمیر انعکاسی به کار می رود. dedicate myself، dedicate yourself. من الان ترکیب dedicate رو براتون بنویسم. من الان ترکیب dedicate رو براتون می نویسم. ببینید بچه ها من رو نگاه. dedicate علاوه گفتم one self یعنی همون ضمایر انعکاسی. to do something، dedicate one self to do something. I dedicate myself to study. بچه ها راجع به اون فعلا همیشه ing دار میادم، بعد dedicate فعلا ing میگیره. I dedicate myself to studying. I dedicate my time to studying، وقتم رو صرف درس خوندن میکنم. I dedicate myself to helping poor، من وقتم رو صرف میکنم برای کمک به فقرا. پس بعد dedicate فعل ing میگیره، اگه فعلی بیاد ing میگیره. بچه ها سینونیمش devote. حالا آدمی که خودش رو وقف میکنه ما میگیم dedicated. فارسی dedicated چی میشه؟ آدمی که خودش رو وقف کاری میکنه بهش میگیم dedicated. یعنی چی؟ خودش رو وقف این و اون کرده. فارسی dedicated چی میشه؟ عباس در دو جا در انگلیسی ما ing داریم بعد تو. یه جا dedicated که تو میاد با ing، یه جا هم کلمه یه لوک فوروارده. پس فقط تو انگلیسی بعد از دو کلمه تو با ing میاد، dedicate و لوک فوروارد. حله یا نه؟
بچه ها dedicated میگی متعهد. ببینید پایین شماره 9 dedicated شده متعهد. میبینید دلسوز dedicated are thoughtful teacher. بچه ها یاد dedication تعهد. dedication تعهد. آقا به انگلیسی بگو من تعهدی ندارم. یالا به انگلیسی بنویس من تعهدی ندارم. یالا dedication میشه تعهد. دیکتش رو بلد نیستی مورد نه پیدا کن بنویس من تعهدی ندارم. یالا I have no dedication. من رضا عالی بود. آره که الله من تعهدی ندارم. I have no dedication. عباس I don't have any dedication. برای که الله جمله سازی کنید راحت‌تر یاد میگیرید. با کلمه جمله بسازیم. بعدی بچه ها ریگارد در نظر گرفتن، توجه کردن، ملاحظه کردن. Her parents always regarded her as a cleverest. ترجمه‌ش هم گفته در نظر گرفتن. معنی مهم ریگارد در نظر گرفتن معنی میده. معنی اصلی ریگارد میشه در نظر گرفتن. بچه ها یه جمله میگم ببینم ترجمه شو میگم. جمله شو به انگلیسی بگی. آقا جمله که تو کنکور پارسال اومد، او یک پزشک متعهد در نظر گرفته میشود. یالا او یک پزشک متعهد در نظر گرفته می شود. بچه ها در نظر گرفتن ریگارد معنی میده. در نظر گرفتن ریگارد معنی میده. یالا He is regarded. او در نظر گرفته می شود. یالا حالا بعضی از دیکشنری ها تلقی شدن. He regards as a dedicated doctor. باری که الله عباس He is regarded بهتر مجهول می کردید. He is regarded as a dedicated doctor. عالی بود. باریکالله. بقیه He is regarded یعنی او در نظر گرفته می شود. خودشو که در نظر نمی گیره، مردم در نظر می گیرن. جمله مجهوله. پس معنی اصلی regard ما میگیم در نظر گرفتن. ببینید یکو نوشته He is regarded as a dedicated doctor. اون پزشک یا دکتر خوبی در نظر گرفته میشه. میام سراغ بعدی. بچه ها مثالاشو میبینی؟ regarding در مورده. بعد in regard to. With regard to. این خوبی این کتاب، این توضیحات لغتاشه که کامله. بعدی شماره 12 distinguish تشخیص دادن. اومده گفته دیستینگویش ایدی گرفته شده متمایز. بچه ها بغل متمایز بنویس متشخص. دیستینگویش ایدی گرفته شده متشخص. دیستینگویش دیستینگویش دکتر دکتری متشخص متمایز. دیستینگویش ساینتیست پزشکی یا دانشمندی مشهور. By the way فوراً مثالشو میخونی. صوفا مبل مثالشو میخونی. پیجن کبوتر مثالشو بخون. شاوت فریاد زدن مثالشو بخون. Hard of hearing کم شنوا مثالشو بخون. بی بور بچه بی همون امایزه ها رو بازو بده. هاگ بغل کردن مثالشو بخون. ببینم بغلم کن باید با چی بگم کلمه ها گو. آقا به انگلیسی بگو بغلم کن چی میشه. یالا هاگ می عباس غلطه. هاگ می غلطه. مثالشو نخون ببین ها گو با چی گفته. مثالشو بخون ببین با چی گفته ها گو. ببین با چی به کار میده. یالا محمد رضا هاگمی غلطه. Give me a hug باریکالله. حالا درسته بچه ها. پس give hug
یه کالوکیشن، یه هم آیه. ببین تو باید هم آیه ها رو بلد باشی. پس کلمه هاج با گیز میاد، کلمه هاج با گیز میاد، گیز میه هاج، یعنی بقال هم کن. خب بریم بعدی، گیز میه هاج، باریکلا جعفری، هاج با گیز میاد. به همین خاطر میگم مثال ها رو بخونید، مثال مثال مثال، لب پا دامن تیر عشق، مثالا خونده بشه. برست ترکیدن، ببینید با برست ما زیاد میتونیم بسازیم. برست اینتو تیرز، آقا برست اینتو تیرز میشه چی؟ برست اینتو تیرز یعنی چیش ترکید؟ برست اینتو تیرز یعنی چی؟ ببین در حالت اینفورمال درسته، در حالت فرمال گیو می هاگ رسمی، بله تو انگلیسی در حالت اینفورمال و کالکویال فاعل نمیگن، فعل نمیگن، حالت محاوره ایشه. مثل این که من به جایی که سلام میگم سام، سام علیکم میگن، ولی دیگه محاوره ایه و خیلی جاها قابل قبول نیست. بغض کردن، باری کلا. خب بعدی ریپیتدلی میشه مکررن، فورگیو بخشیدن، مثالشو بخون. کالملی یعنی آروم، مثالشو بخون. دایری بچه خاطره نوشتن چی بگم؟ بگم آی رایت دایری؟ خوب مثال دایری رو ببین. ببین برای خاطره نوشتن من باید بگم آی رایت دایری، آره یا نه؟ آره باید چی بگم؟ برای نوشتن خاطره من باید چی بگم؟ کیپ دایری، ولی کلا آی کیپ دایری یعنی من خاطره می نویسم. هم کلمه ای دایری میشه کیپ، هم کلمه ای هم آیی کالوکیشن دایری میشه کیپ، کیپ دایری. هایلایتش کن، هایلایتش کن، کیپ دایری. بچه اتیک میشه اخلاقی، بعد واژه‌ای که ازش ساخته میشه اتیکال اخلاقی، اینسپیریشن الهام، بعد فعلش میشه اینسپایر، اینسپایر الهام بخشیدن. مثالاشو بخون، جنرس بخشنده، لوور پایین آوردن، استرنس یعنی چی؟ از استرانگ میاد یعنی قدرت، نیرو. مثالاشو بخون، فیزیشن یعنی پزشک، جنریشن هم که میشه نسل. بچه ها جنریشن میشه نسل و تولید، جنریشن میشه نسل و تولید. ازش کلمه جنریت یعنی فعل. ببینید جنریت دیگه تولید معنی میده، پس جنریشن هم نسل هم تولید، اما جنریت فقط تولید کردن. ما هر جلسه یه قسمتی از این لغات رو میخونیم، برای جلسه بعد 1 تا 33 این مثالای پایینش هم خونده بشه. برای جلسه بعد کل لغات رو بلد باش، ولی 1 تا 33 پایینش رو مطالعه کن. قبوله یا نه؟ اوکی؟ کل لغات رو حفظ باش، ولی 1 تا 33 پایینش رو بخون. خب بیا صفحه 54، بیاری صفحه 54، بادو بادی کلا. صفحه 54 همه آوردن؟ صفحه 54 همه آوردن؟ خب دوستان گرامی، سوال یک رو حل کنید، زمان 1 دقیقه، ما 20 دقیقه زمان داریم، تو این 20 دقیقه چند تا تست لغت هم بزنید. دوستان گرامی هر تست 1 دقیقه.
تست اول، یالا عجله نکن. عباس میگه سه میشه، یالا. کارن میگه سه، محمد رضا میگه سه. خب اکثرا پس میگید سه، حله، خوبه. بچه ها معنی میکنم، some scientist، امیر رضا سه، مهدی سه، آفرین آفرین. بعضی از دانشمندان، بچه ها ساینتیست دانشمندان، من یه مقدار تست رو تون میخونم چون پاسخنامه داره و میتونی چک کنی، پس لازم نیست همه چی رو بنویسی. خواهشم فقط واژه‌ای که نمیدونی بنویس. بعضی از دانشمندان، بچه ها استرانگلی من چی معنی کنم؟ پرهام میگه سه، شایان میگه سه، باری کلا. بچه ها استرانگلی من چی بگم؟ قویین میگم، استرانگلی میگم قویین. بعضی از دانشمندان قویین باور دارن ویتامین ها میتونن، قویین باری کلا، ویتامین ها بوست تقویت میکنن سطح آیکیو رو، باری کلا، یا به شدت. بله، بعضی از دانشمندان باور دارن ویتامین ها میتونن قویین یا به شدت، پس اون استرانگلی شد قویین یا به شدت. بعضی از دانشمندان باور دارن، قویین باور دارن ویتامین ها میتونن آیکیو بچه رو بالا بیارن. آقا بوست بالا آوردن معنی میده، بوست تقویت کردن معنی میده، اکسایت هیجان، ساجست پیشنهاد. بچه ها غیر از پیشنهاد معنی بیان کردن هم میده، بنویس بغلش. ساجست غیر از پیشنهاد معنی بیان کردن هم میده. بوست تقویت کردن، دیفند دفاع کردن. بچه ها ساجست غیر از پیشنهاد معنی بیان کردن هم میده. به طور قوی، آره استرانگلی به طور قوی. سوال دو، از the old couple walked، زمانی که زوج پیر را می رفتن جای خالی پرواز کرد بالای سر زنه. بالای سر زنه چی پرواز کرد؟ تو خیابون پیجن، باری کلا، پیجن کبوتر، آفرین، جواب چهار، باری کلا. بچه کلمه فلو از چی اومده؟ کلمه فلو از گذشته چیه؟ گذشته فلایه، باری کلا، فلو گذشته فلایه، آفرین. داک اردک، دو پاندا سمت میشه ببر. سوال سه، واچ اوت یعنی بپا. اون گوش داد به پا، داد زد به پا، مکس کرد به پا، سرگرم شد، کدوم بهتره؟ سوال سه، واچ اوت یعنی بپا. اون داد زد به پا، هی شاوتد واچ اوت، باریکلا. داد زدن گزینه دو، watch out he shouted but it was too late، اما دیر بود. But she had already fallen onto the grass، افتاده بود روی چمنا. watch out یعنی بپا. اون داد زد، shout. سوال چهار رو بزنید، یالا یه دقیقه. سوال چهار یه دقیقه، خدا باری کلا. سوال چهار، معنارزه داره چهار، یالا اب نداره، یه دقیقه فرصت دارید برای هر سوال، یه دقیقه. عباس چهار، اگه هارداغو ببینی زدی. ببین ما اصطلاحات مهمی داشتیم، hard of hearing، external pain، keep a diary، باری کلا چهار، آفرین. بچه ها وانترد میشه چند چندم؟ وانترد رو به عدد نشون بدید، چند چندم؟ وانترد یعنی چند چندم؟
یک چندم، یک سوم، باریکلا ممنونم مولین، یک سوم عباس ممنونم، یک سوم آفرین باطن، یک سوم ممرزا مبین کارن عباس، یک سوم جمعیت بالای 65 سال آقا مهدی و وان هفت. وان هفت چند چندمه؟ وان هفت یک دوم، باریکلا عباس، یک دوم جمعیت بالای 80 سال hard of hearing، کم شنوان. بچه هم میدونید کالوکیشن یعنی چی؟ کالوکیشن یعنی این که شاید hard of با بقیه درست معنی بده، اما اونی رو باید بگید که قانونن وجود داره. hard of hearing یک کالوکیشنه، یعنی هستش، وجود داره. hard of hearing کم شنوان، باریکلا بچه ها. blessing رحمت و برکت، closing پوشش لباس، reading خوندن، hearing شنوایی. hard of hearing کم شنوا، over یعنی بالا. سوال پنج، یالا سوال پنج، بوده بینم، بوده یه رو دیگه مونده. پنج، چهار، ولی که الله پنج میشه چهار، آفرین. یالا It was a cold day، روز سردی بود. She was sitting on the floor، روی زمین نشسته بود. بچه ها by the fire یعنی چی؟ by the fire یعنی چی؟ اینجا by معنی چی میده؟ by معنی چی میده؟ by the fire یعنی چی؟ نزدیک، کنار، باریکلا کنار، آفرین. کنار آتیش بود. with her plate، بشقابش on the lap، روی پا بود. بچه ها lap پا رو میگن، ران پا رو میگن lap. ببینم یه سوال دارم، من تو این جمله by داشتم، چرا مجهول نشد؟ من تو این جمله by داشتم، چرا مجهول نشد؟ یالا مگه نمیگیم بای مجهوله؟ چرا مجهول نشد؟ بعدش باری کلا بیجانه، آفرین. پس هر بایی مجهول نیست، بعد بای باید انسان یا ضمایر انسانی بیاد، آفرین. بچه ها لاین صف، لاین میشه صف، درام تبل، درام تبل. فیس صورت، البته روبرو هم معنی میده. لب پا. سوال شیش، ما میخوایم تا ده حل کنیم. یالا سوال شیش، بود ببینم سوال شیش. مهدی گفته باری کلا انسان نیست، آره بعد با انسان نیست. محمد رضا گفته دو. یالا ابوالفضل جواب دو، بقیه اونه که نیستن یعنی نیستن دیگه، یا حل نکردن یا اصلا نیستن. علی میشه دو، باری کلا. آی شوانی دو، سایی دو، آفرین. I'd like to give، بچه I'd like اون ده چیه؟ I'd like اون ده چیه؟ ده چیه؟ I would، باریکلا بچه ها. would like یعنی مایل بودن، مخففش I'd. I'd like to give، مایلم بدم this golden watch، این ساعت طلایی را به نشانه چی؟ من مایلم این ساعت طلایی رو به نشانه چی به شما بدم؟ به نشانه چی؟ بلو
مایلم این ساعت طلا رو به نشانه قدردانی بدم. باریکلا مارک آف اپریشیشن فور آل د ورک یو هاف دان فور اس، برای تمام کارهایی که برای ما انجام دادی. بچه‌ها مارک بزن نشانه. گزینه ها اپلیکیشن میشه چی؟ آقا گزینه ها اپلیکیشن میشه چی؟ شما اپ هم میگید. آقایی که گوشی دستت اپلیکیشن یعنی چی؟ فارسیش همون اپلیکیشن دیگه. برنامه اپلیکیشن تقاضا معنی میده، برنامه هم معنی میده، برنامه هم معنی میده. باری که الله بعدی، پس معنی اصلی اپلیکیشن میشه برنامه. اپریشیشن قدردانی. بچه ها پرپوزیشن حرف اضافه، اینفورمیشن اطلاعات. گزینه سه پرپوزیشن حرف اضافه. سوال هفت، گفتم تا ده باید حل کنیم. سوال هفت یالا. باز تو سوال هفت کسایی که این تو تیرز رو ببینن زدن. سوال هفت کسایی که این تو تیرز رو ببینن زدن، چون کالوکیشن داریم ما، کالوکیشن داریم. آفرین. برث اینتو تیرز. آفرین عباس، کالوکیشن داریم. آیون برث اینتو تیرز میشد ترکیدن بغض. برث اینتو تیرز میشه ترکیدن بغض. بچه ها بغضشون ترکید. هیرینگ وقتی شنیدن دس آف در داگ، خبر مرگ سگشو شنیدن گریه کردن. دس میشه مرگ، دس میشه مرگ. خبر مرگشو شنیدن بغضشون ترکید، خبر مرگش. اسپر دریغ کردن، اسپر دریغ کردن. برس ترکیدن. استارت شروع، فلت هم میشه احساس. بچه سوال هشت، ما گفتیم تا ده میخواییم حل کنیم. یالا سوال هشت، سوال هشت طرف دیگاه رو ببینه زده. تو سوال هشت دانش آموز دراب میشه دارو، دارو رو ببینه زده. یعنی شما تو هر تستی کلید داری، کلید داری بری. حله باری که الله. جای خالی میگه بچه ها فردر بزن بیشتر. جای خالی میگه که فادر یعنی بابا، گو آن. بچه ها گو آن یعنی چی؟ فادر هست تو گو آن، بابا باید چکار کنه؟ گو آن یعنی چی؟ گو آن میشه چی؟ ادامه دادن. باری کلا گو آن بنویس ادامه دادن. بقیله گو آن بنویس ادامه دادن. ما رضا ادامه دادن بهتره. کانتینیو. باری کلا پدر باید ادامه بده، پدر باید ادامه بده هیز نیو دراگ، داروی جدیدشو برای فشار خون. خب کی به من میگه پدر باید داروشو ادامه بده؟ کی به من میگه بابام باید دارو خوردنشو ادامه بده؟ کی باید بگه؟ کی؟ بودا زنگ خورده دکتر. ولی کلا فقط بچه ها گوان ادامه دادن، کیپ آن هم ادامه دادن معنی میده. گوان ادامه دادن، کیپ کیپ آن هم ادامه دادن. گوان کیپ آن میشن ادامه دادن. باریکلا بنویس بقل گوان کیپ آن. بلاد پرشر فشار خون. بچه ها فیزیشن دکتر، فیزیشن دکتر. فینکر متفکر. پیلگرین زائر، پیلگرین یعنی زائر.
ناولیست یعنی داستان نویس. ناولیست یعنی داستان نویس. سوال نو، دوز اکانومیک پلانز، اون برنامه، اون طرح‌های اقتصادی اکسپکتد، انتظار میره بیلد 5000 نیو هومز، ایجاد کنن 5000 خونه و جای خالی 2000 شغلم. جعفری پیلگریم ظاهر، از اون برنامه اقتصادی انتظار میره 5000 خونه بسازن و 2000 شغلم ایجاد کنن. ایجاد کردن، تولید کردن. اکانومیک بنویس اقتصادی، اکانومیک بزن اقتصادی، پلن هم میشه برنامه. از اون برنامه اقتصادی انتظار میره، بچه اکسپکت میشه انتظار، از اون برنامه اقتصادی انتظار میره بسازن 5000 خونه و ایجاد کنن 2000 شغل. جنریت بنویسید تولید کردن، ایجاد کردن. جنریت بنویسید ایجاد کردن، تولید کردن. پلن برنامه، اکونومیک اقتصادی، اکونومیک پلن میشه طرح اقتصادی. کامباین یعنی ترکیب. بلس رحمت و برکت، ریگارد هم در نظر گرفتن. ریگارد هم در نظر گرفتن. ببین جواب، من تو این درس فهمیدم کالوکیشن دارم. کالوکیشن، بچه ها به شما بگن کالوکیشن میگی چی؟ کامباین ترکیب کردن. بله عباس آقا، عالی بود. بچه ها کالوکیشن یعنی چی؟ کالوکیشن یعنی چی؟ یلا، منظور ما از کالوکیشن چیه؟ تو انگلیسی منظور ما از کالوکیشن چیه؟ دو کلمه که با هم میان، آفرین، دو کلمه که همیشه با هم هن. ببینید مثلا من یه مثال بزنم بچه ها، تو انگلیسی کل یعنی با هم، تو انگلیسی کل یعنی با هم، لوکیشن یعنی محل، کالوکیشن یعنی با هم میان در یه محل. آیو تو انگلیسی کلمه کل یعنی با هم، لوکیشن یعنی محل، یعنی با هم میاد توی محل. باریکلا آقا مهدی، آقا مبارزا، ترکیباتون خوب بود، عباس خوب بود. ببینم مثلا میگم کوورکر منه، یعنی کیه منه؟ کوورکر منه یعنی چی؟ یادتون نره کو یعنی با هم، باریکلا همکار، آفرین. کوورکر منه یعنی همکار منه، آفرین. کوورکر منه یعنی همکار منه، باریکلا. لوکیشن هم یعنی محل، آفرین. حالا کالوکیشن هایی که ما یاد گرفتیم، اسپر نو پین یعنی از هیچ تلاشی در نکردن، همیشه با همه. البته در کتاب مبتکران گفت اسپر نو اکسپنس هم داریم، اسپر نو افرت هم داریم. خب اومدیم سراغ چی؟ خدمت شما عرض کنم یک کالوکیشن دیگه تو این درس یاد گرفتیم، کیپ دایری، نوشتن خاطرات. کیپ دایری نوشتن یک کالوکیشنه. مثلا دیگه چی؟ آن برست این تو تیرز، ترکیدن بغض یک کالوکیشنه. برست این تو تیرز، ترکیدن بغض، باری کلا. کوپایولت، آفرین. ببینم کوپایولت، پایولت یعنی خلبان. کوپایولت چی میشه فارسیش؟ کوپایولت به چی میشه؟ گیو هاگ. آره یه کالوکیشن یاد گرفتیم، گیو هاگ، بغل کردن، باریکلا. کوپایولت میشه کمک خلبان، باریکلا. آقا کو یعنی با هم، آفرین. یه مثال دیگه با
بچه ها مثلا به شما میگن فلان مدرسه کوئجوکیشنه، منظورشون چیه؟ تو بعضی از فیلم ها میبینیم میگن فلان اسکول is coeducational، یعنی چی؟ that school is coeducational، فلان مدرسه is coeducational. وقتی میگن یه مدرسه coeducationale یعنی چیه؟ یعنی با هم درس میخونن، با هم آموزش میبینن. کیا؟ دختر و پسر. حل مدارسی که مختلطه بهش میگن coeducational، میگن coeducational. ولی که الله خب حل میام سراغ یه قسمت. بچه ها سوال 101 رو حل کنید. سوال 101 صفحه 58. سوال 101 صفحه 58. یالا تو ایران نداری، تو خود آمریکاش هم همه جا کوئجوکیشنال نیست، در بعضی از ایالت‌های آمریکا کوئجوکیشنال هست، همه جا نیست. بعد اصلا چه دلیلی داره دانش آموز کوئجوکیشن درس بخونه جوون؟ سوال 101 یالا محمد رضا 4، علی شوانی 4، مبین ترابی 4، عباس درویش علی 4. بچه‌ای که امروز واقعا ان شاءالله بهشت، آها ناصر ان شاءالله بهشت، ما به لذت دنیوی کاری نداریم. آقا بریم بعدی. مهدی 64 منظور چیه؟ 101. بچه‌ها از کجا فهمیدید 4 میشه؟ سوال 101 از کجا فهمیدید 4 میشه؟ از چی؟ تمپریچر، باری کلا تمپریچر آفری. آیون کار خوبی که دیگه این کتاب انجام داده، آفری کار خوبی که این کتاب انجام داده چیکار کرده؟ یه کار خوبی کرده. صفحه 52 53 رو بیارید، 52 و 53 رو بیارید. یالا 52 و 53 یالا آورید. بچه ها تو صفحه 52 53 شما چی میبینید؟ تو صفحه 52 و 53 شما چی میبینید؟ چیا رو میبینید؟ کالوکیشن، باریکلا. بچه ها کاری که این کتاب کرده، ببین کاری که این دوتا عزیز کردن، انصافاً دستشون درد نکنه، کار من دبیر رو خیلی راحت کردن. یعنی یک مجموعه کامل. به همین خاطر اصرار دارم جزئی که بعداً من در لغت به شما میدم به کنار، جلو جلو این، البته امنه میخواد برای هفته بعد اینا رو بخونید، ولی برای هر درس قشنگ کالوکیشنش رو سوا کرده، برای هر درس کالوکیشنش رو جدا کرده، کار خوبی کرده. یعنی دانش آموز اول میاد لغت ها رو حفظ میکنه، مثاله پایین هم یاد میگیره، تموم که شد میاد سراغ کالوکیشن. فعلا نمیخواد تو کالوکیشن رو بخونی، ولی بدون هست، ولی بدون هست کاری که هیچ کتاب دیگه ای انجام نداده. آیو برای هفته بعد
لغت پرسش من لغت 1/12 کلشه، لغت پرسش من 1/12 کلشه، ولی شماره 1 تا 33 توضیحاشم میپرسم، ولی شماره 1 تا 33 من توضیحاشم میپرسم. ناصر، کالوکیشن ها کلماتی هستند که با هم میان، اگه ما حفظش کنیم سرعتمون تو امتحانات بهتر میشه. شمایی که کالوکیشن بلدی خیلی وقتا دیگه نیاز به ترجمه نداری، چون میبینی کلمه تمپرچر با تیک میاد بدون معنی میزنی و این باعث میشه سرعت بهتری پیدا کنی. کالوکیشن ها در کلوز تست ها زیاد میان. حالا من کلوز تست به شما درس بدم، بچه هایی که کالوکیشن حفظن جلوتر از کسایی هستن که کالوکیشن ها رو بلد نیستن. خب دوستان، آره 7 هفته بعد میکروفون میزنم و دانش آموز باید بلد باشه. آقایون برای 7 هفته بعد یه بار دیگه بگم، لغات 1/12 کلش، ولی توضیحات فقط 1 تا 33، ولی فقط توضیحات 1 تا 33. گرامرم زمانها و مجهول، گرامر هم زمانها و مجهول. اگر سوالی هست من در خدمتم. اگر سوالی هست من در خدمتم. حالا من تو گروه دوباره میذارم. بچه ها خسته نباشید. اگر سوالی هست من در خدمتم. شما خسته